آثار به ادوار مختلف تاریخ تعلق میگیره که گفته میتونیم آثار موزیم ملی آثار را در خود داشته و داره که از دوره قبل تاریخ الا دوره آثار دوره اسلامی میباشد. موزیم ملی افغانستان در طول یک قرن که از ایجاد از این سپری میشه که ما شما شاهد از این بودیم که در 28 سال برج اسد سال روان صدمین سالگرد تأسیس موزیم در موزیم ملی البته برگزار شد با مراسم خاص و ایجاد یک نمایشگاه دوره شاه امان الله خان غازی که هم اکنون برای بیننده ها باز است تجلیل به عمل آمد. البته در این مدت یقینا فراز و نشیب زیادی را سپری کرده، چی بگویم از دوره جنگ های 1992 تا 1995 که جنگ های بیمفهومی که در کابل رونما شد، متاسفانه حدود 70% آثار ما را متاسفانه که از دست میتیم یا قسما تخریب میشه. تعمیر موزیم که خود یک آبدی تاریخی هست متاسفانه با اصابت راکت ها و خونپارهایی که در بدنه خود تعمیر موزیم اصابت میکنه، متاسفانه که تعمیر هم منزل فوقانی از یک کاملا حریق میشه، اساسیه ها و داشته هایی که در منزل فوقانی بود از دست میتیم، دیپوها باز میشه، غارت میشه و فیصدی آثار حدود 70% آثار ما به غارت میره. یه اثر را که میبینین، یه اثر یک اثر سنگیز به نام گل اکانت یاد میشه. این معمولا در زمان کوشانی ها و قبل از کوشانی ها یه به عنوان یک ستون پایه استفاده میشد و گلایی را که در روی از این نقش بسته شده، البته گل به نام گل اکانت یاد میشه که یکی از گل هایی بود که مورد پسند کوشانی ها یعنی بودایی ها یا حتی پیش از یونانی ها از این گل ها استفاده خوبه برای تزینات منازلشان یا قصرهایشان یا جاهای بودوباشان استفاده میکردن. این کتیبه را که میبینین یک کتیبه سنگی است، مربوط به قرن دوم میلادی میشه، دارای 25 سطر میباشه، رسم خطش یونانی است، زبانش باختری است. مفهوم از این کتیبه ای است که در زمان کنیشکا امپراتور کوشانیان ساحه از سرخ کوتل کابل به دست افغانستان به دست آمده. سرخ کوتل در ساحه بین پل خمری به طرف مزار شریف که میرین به نام سرخ کوتل یاد میشه که معابد قبل از بودایی ها بود. و این مجسمه را که میبینین، این مجسمه خود کنیشکای کبیر است، امپراتور کوشانی ها، از سنگ آهک ساخته شده، مربوط به قرن دوم میلادی میباشه. این هم از ساحه سرخ کوتل به دست آمده. تزیینات را که بر روی از این میبینین یک لباس تمثیل کننده لباس آسیای مرکزی است که امروز از امون زمان تا به امروز هم مروج است در بین مردم افغانستان. در وقتی که افریات میشه سر ازی حتما وجود نداشته، صرف امی مجسمه ازی بوده که هم شکستانده شده بود، بعد توسط ترمیم کارهای موزیم دوباره این ترمیم شد. خوشبختانه بگویم که روز تا روز میبینیم که علاقمندی مردم ما به فرهنگ و تاریخشان افزونتر میشه و
در اوایل وقت موزیم به فعالیت آغاز کرد بعد از ایجاد اداره ملکت نسبتاً میمانای خارجی ما بیشتر بود چون اوضاع امنیتی در کشور بهتر بود توریست ها و خارجی ها هم میامدن و حال کمتر شده ولی بیشترین بیننده های ما را مکاتب ما تشکیل میده اهل معارف ما تشکیل میده محصلین ما و افراد انفرادی که همه روزه از موزیم بازدید میکنن که رقمش هم از سالانه گفته میتونم که حدود 35,000 تا 30,000 بیننده را ما سالانه در موزیم داریم. البته این نمایشگاه مسکوکات است. البته میفهم مسکوکات یا سکه خودش در ذات خود یک قطعه فلز است که بر روی از فلز البته با اشکال و سایزهای مختلف میباشه. معمولا در روی سکه عکس شاهان و در عقب سکه هم یکی از آرمای دولتیشان در او حق یا کندکاری شده یا ضرب شده. سکه هایی را که ما اینجا میبینیم از دوره اخومنشی ها را دربر میگیره که از قرن شش قبل از میلاد تا به امروز دربر میگیره. با گذشت زمان سلسله حکومت اسلامی بعد از قرن هفت می که اموی ها میباشه سکایش اینجا موجود است. بعد از اموشه ها همونی ها میان یعنی دوره همونیه را دربر میگیره تا به نادرخان و زایرخان و حتی تا به دوره داودخان حکومت دکتر نجیب که ی پولا هم در اینجا ضبط شده و نصب است و یک تعداد مدالای است که از مدالای هم مربوط به دوره های مختلف حکومت افغانستان می باشد که ما می تانیم که از دوره همانیه بود. البته آثار که در دوره جنگ ها توسط قاچاقبرها توسط دلالان خارجی که از موزیم ملی و ساحات باستانی ما به غارت برده شده بود از آسیا گرفته تا اروپا، امریکا و گفتمیتان تا آخر نقاط دنیا تیت و پراگنده شدند و خوشبختانه هر باری که پرونده امی آثار به ما رسیده ما تانستیم با هویت‌سازی امی آثار یا بگوییم تشریح امی آثار و معرفی از این او آثار که متعلق به مردم افغانستان و به سرزمین افغانستان است خوشبختانه ما به دست آوردیم. آثارهایی را که در این تالار میبینین یک تعداد آثارهایی است که با همکاری کشور ژاپن که بعد از سقوط دکتر نجیب الله یک تعداد آثاری که به غارت رفته بود کشور ژاپن اونا را جمع‌آوری کرده بود. بعد از اینکه امنیت در کابل برقرار میشه کشور ژاپن حاضر میشه که یک تعداد آثار که اونا خودشان جمع‌آوری کرده بودند
دوباره به موزه ملی تقدیم کنند. و هی تعداد آثار است که از مغاره های بامیان به دست آمده که هم کشور ژاپن دوباره به موزه ملی برگشتانده که این آثار هم مربوط به قرن 4 میلادی می باشه و این آثار مربوط به دوره های مختلف دوره کوشانی ها یا بودیزم می باشه که معمولا قرن 2-3 میلادی را در بر می گیره. این مجسمه را که می‌بینید مجسمه به نام بودی ستوا یاد میشه مربوط به قرن 4 میلادی میباشه از تپه مرنجان به دست آمده در حالی که شما مشاهده میکنین در سر بودی ستوا تاج طلاس در گردنش میل مروارید است و با حالت تفکر قرار داره نشسته دست بالای دست حالت تفکر را تمثیل میکنه البته این مجسمه قبلا شکستانده شده بود دوباره پس توسط ترمیمکارای موزه ملی ترمیم شد و فعلا در معرض نمایش قرار دارد.